فصل دوم. و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت میکنی؟ هر که باشی هیچ گونه عذری نداری، زیرا وقتی تو دیگران را محکوم میکنی و در این حال همان کاری را که آنها انجام میدهند انجام میدهی، خودت را محکوم میکنی. ما میدانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی میکنند محکوم میکند، حق دارد. آیا تو گمان می‌کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر خواهی رست، در حالی که همان کارها را انجام می‌دهی؟ آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می‌شماری؟ مگر نمی‌دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سخت‌دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند. با آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان، زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، بدون شریعت هلاک می شوند و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند، به وسیله شریعت محکوم می شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد، بلکه مجریان شریعتند که نیک شمرده می شوند. هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند، احکام شریعت را طبیعتا انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند. با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تایید می کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می کند و یا از آنها دفاع می نماید. طبق بشارتی که من می دهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواهد گرفت. اما اگر تو خود را یهودی می نامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را می شناسی به خود می بالی و اراده او را می دانی و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح می دهی و خاطر جمع هستی که راهنمای قرآن و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و آموزگار کودکان می باشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم می دهی چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی کنی؟ تو که به شریعت فخر می کنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی؟ چنان که کتاب مقدس می فرماید، به سبب شما یهودیان، مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت می سازن. چنانچه از شریعت اطاعت کنی، ختنه ای را ارزش دارد. اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی، مثل این است که اصلا ختنه نشده ای. اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است، از فرمانهای شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن ختنه نشده است، ولی احکام شریعت را انجام می دهد،
تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می کنی محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خداست، نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خداست، نه از انسان.